سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. دادگاهی با شکایت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده برای لغو مجوز جمعیت امام علی. پیشتر شارمین میمندی نژاد، مؤسس این مؤسسه، به همراه دو نفر از همکاران آن و سپس زهرا رحیمی، همسر آقای میمندی نژاد و مدیر مجموعه هم بازداشت شده بودند. اتهام خود آقای میمندی نژاد توهین به رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی با شکایت قرارگاه سالارلاه و اقدام علیه امنیت ملی عمان شد. اما دلایل اینکه وزارت کشور چرا به دنبال انحلال آن است رسما اعلام نشده. این مؤسسه که از سال 1378 تشکیل شده، در 20 سال به یکی از شناخته شده ترین نهادهای خیریه در ایران بدل شد که در سالهای اخیر شمار داوطلبانی که با آن همکاری می‌کردند تا 10000 نفر برآورد می‌شد. اتهامات مطرح شده علیه شارمین میمندی نژاد شبیه بسیاری دیگر از مدیران نهادهای مدنی است که در سالهای گذشته با آنها برخورد شده. اساساً چرا جمهوری اسلامی پا گرفتن نهادهای مدنی، حتی خیریه هایی که به شکل شبکه‌ای کار می‌کنند را بر نمی‌تابد؟ دو مهمان داریم. حسین قاضیان جامعه شناس با ماست. آقای قاضیان درباره نهادهای مدنی کار کردن، خودشون هم سالها قبل به خاطر اداره یک نهاد نظرسنجی غیر دولتی به زندان افتادن. مشتبه نجفی با ماست، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول. آقای نجفی هم به طور ویژه درباره نهادهای مدنی تحقیقات جدی در ایران داشتن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. اما بیشتر گفتگوی دارم با همکارم ترانه فتلیان که درباره جمعیت از نزدیک تحقیقات کرده و امروز با ماست. ترانه، اول به ما بگو که دادگاه امروز چه شد و چه گذشت؟ دادگاه امروز اونطور که از صحبت‌ها و توییت‌های اعضای جمعیت مشخصه، یک دادگاه چند ساعته بوده. خیلی از اعضا پشت در، اونطور که میگفتن در توییتر، پشت در موندن و اجازه ورود بهشون نداده. حتی اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی همینطور که گفته میشه پشت در موندن و اجازه ورود بهشون داده نشده. چیزی که گفتن که دوربین وجود داشته و دادگاه، چیزی که بعضی ها گفتن این که دادگاه علنی بوده ولی برای دوربین های خودشون در واقع. و آیا روشن شده در دادگاه که اساساً وزارت کشور دنبال چیه، برای چی اینقدر اصرار داره که جمعیت باید منحل بشه، یا چیزی نگفتن در این زمینه؟ جزئیات دقیق درخواست های وزارت کشور رو ما هنوز نمیدونیم. خود جمعیت امام علی در نامه‌ای که به ریاست جمهوری نوشته بود، این رو یک حرکت حیرت آور توصیف کرد و گفته بود که توضیحات دقیق و قانع کننده‌ای بهشون داده نشده. دبیرخانه شورای ملی یک بیانیه رو چند روز پیش داده بود که گفته بود که جمعیت از در واقع اساسنامه منحرف شده و تذکراتی که به جمعیت داده شده اعمال نشده. جمعیت این رو در واقع رد کرده در نامه‌ای که به آقای رئیسی نوشته شده و گفتن که متخصص ها میتونن بیان و نظارت بکنن به کارهای جمعیت و اینکه جمعیت قویاً رد کرده که از اساسنامه منحرف شده باشه. اساسنامه جمعیت چی هست؟ اصلا این جمعیت حول چه محورهایی تشکیل شده؟ چه کارهایی میکرد در این سالها؟ جمعیت امام علی توی دو دهه گذشته تمرکزش بیشتر روی کودکان در مناطق حاشیه، کودکان در قشرهای آسیب پذیر و زنان سرپرست خانواده بوده. به طور متمرکز روی ازدواج کودکان، اعتیاد کودکان، اعتیاد بارداری، مناطق حاشیه و کودکان بیشناسنامه کار کرده. سمینارهایی که توی سالهای گذشته برگزار کرده به صورت مشخص به این مسائل پرداختن، این مسائل رو به شکلی بولد کردن و راجبشون صحبت کردن و در کنار اون توی مناطق حاشیه فعالیت کردن، به شناسایی معضلات اجتماعی پرداختن، برای کودکان بیشناسنامه و کودکان کار و خیابان کار کردن و زنان سرپرست خانواده رو مورد حمایت قرار دادن. در مورد جمعیت و کارهایی که کرده به ما گفتی، ولی در مورد اینکه چرا حساس شدن روش هم به ما بگو. چند سال پیش شروع شد از سرمقاله های کیهان علیه جمعیت. چه شد که این اتفاق افتاد؟
در واقع دقیقا همینطور که گفتین، از چند سال پیش از اولین مقاله‌ای که کیهان علیه جمعیت نوشت، انگار که یک فازی از این فشارها شروع شد که کیهان در واقع اومد و پدر آقای شارمین میمندی نژاد رو به یک سری چیزهایی متهم کرد و بعد که ایشون فوت شدن. یکی از استادان خیلی قدیمی دانشگاه تهران بودن در حوزه دامپزشکی. دقیقاً اینکه بقیه کسایی که نمیدونن ببینن. بله دقیقاً، و یک سری اتهاماتی رو وارد کرد و بعد هم گفتن که خب الان پسرشون هم جمعیت داره. اتهاماتی که کیهان در این سال‌ها زده رو جمعیت قویاً هر بار رد کرده و نهادهای امنیتی و حالا گروه‌هایی که خودشون رو حزب اللهی میدونن اتهاماتی رو در این سالها به جمعیت وارد کردن که همچنان جمعیت رد کرده. همزمان با فعالیت هایی که جمعیت میکرده، مثلا برای کمک به مناطق سیل زده یا برای کار کردن روی مسئله های خیلی حساس در ایران، در واقع زمانی که روی اینها کار میکرده، همزمان با اون به چیزهای متهم شده مثل ارتباط با اسرائیل، سیاه نمایی و تمام این چیزهایی که در طول این سالها رد کرده. و یکی از دلایلش به گفته بعضی از منابع میتونه این باشه که مسائلی هست که جمعیت در واقع داره روشون کار میکنه و مسائل حساسی هستن، سوالهایی رو برمیانگیزه. و دلیل دیگه‌اش میتونه این باشه که به هر حال جمعیت الان یکی از بزرگترین نهادها در ایران هست، بیش از 10,000 داوطلب داره به گفته خودشون. ادعای مطرح کرده کیهان در مورد منابع مالی جمعیت، آیا میدونی مثلا منابع مالی این جمعیت از کجاها بوده و چطور تامین می‌شده؟ جمعیت مثل بسیاری از NGO های ایران که دارن توی ایران فعالیت می‌کنن، منابع مالیش رو مشخصا شفاف سازی توی وبسایتش منتشر میکنه، اینکه پول ها از کجا میان و کجا دارن خرج میشن. مثل خیلی از NGO های دیگه که این کار رو میکنن، جمعیت هم هر سال منتشر میکنه و این پول ها به گفته خود جمعیت از داوطلبان و از مردم میان که در واقع حالا اهدا میکنن یا خیلی کمک میکنن در مراسم مختلف، در آیین های مختلف جمعیت و در بازارچه هایی که میذارن، در ایونت هایی که برگزار میکنن و این پول رو جمع آوری میکنن. متشکرم از تو ترانه فتحعلیان. باید بگیم که جمعیت هنوز داره کار میکنه، در همین زلزله اخیر سیسخت هم فعالیت هایی داشت و دارن تلاش میکنن که بتونن سرپا نگه دارن. حالا تا ببینیم پرونده خود آقای میمندی نژاد و جمعیت به کجا میرسه. اجازه بدید بحث رو با دو مهمان برنامه ادامه بدیم. آقای قاضیان، شما در مورد این پرونده ها اطلاعات بیشتری دارید، میدونیم که چرا و از کجا شروع میشه؟ مثلا دلیل حمله کیهان چی بوده به جمعیتی که کارش خیریه هست؟ به این سوال میشه از طرق مختلف و با کاویدن لایه‌های متفاوتی از مسئله پاسخ داد. اگر به من اجازه بدید، من یک لایه زیرین این موضوع رو بکاوم قبل از اینکه وارد سطح سیاسی بشیم. یعنی ببینیم از جهت جامعه شناسی سیاسی چه اتفاقی میفته که حکومت نمیتونه چنین نهادهایی رو تحمل کنه. اگر اسم کلی این نهادها رو بذاریم نهادهای جامعه مدنی، باید دید که این نهادهای جامعه مدنی چی کار میکنن. نهادهای جامعه مدنی خب نقش‌های مختلفی دارن. من میخوام روی یکی از اون نقش‌ها اینجا تاکید کنم. شما میدونید که ما تو جامعه‌های بزرگ زندگی میکنیم و تو جامعه‌های بزرگ هر روز امکان نداره مردم جمع بشن راجع به مسائل عمومیشون تصمیم بگیرن. میان حق خودشونو برای تصمیم گیری و برای اینکه خواسته هاشون بره اجرا بشه، اینو میدن به کسانی که اسمش میشه دولت و حکومت، که اینا قراره برن اون خواسته ها رو اونجا عملی کنن. خب حالا این دولت و حکومت چطور باید از این خواسته ها باخبر بشن؟ از چند طریق. یکیش سازمان های جامعه سیاسیه که احزابن که اونا این کارو میکنن. یه بخش دیگه‌اش سازمان های جامعه مدنیه. سازمان های جامعه مدنی در این زمینه چیکار میکنن؟ خواسته های مردم رو جمع آوری میکنن، طبقه بندی میکنن، اولویت بندی میکنن، اینا در دستور کار اجتماعی میذارن، براش فشار اجتماعی ایجاد میکنن تا سرانجام بره در دستور کار سیاسی جامعه قرار بگیره و اجرا بکنه. حالا اگر حکومتی اساسا نیاز به این خواسته ها نداشته باشه، بگه من به خواسته های شما کار ندارم، شما چی کار هستین که اصلا خواست داشته باشید یا حق داشته باشید که خواسته هاتون رو پیش ببرید،
شما اصلا حق حکومت کردن ندارید که تازه بخواید من بگید خواسته تو اینه. من حق حکومت کردن از یه جای دیگه به دست میارم. پس اصلا نیازی به این خواسته ها وجود نداره. متوجه. پس نباید این خواسته ها شکل بگیره. از یه طرف دیگه اینم اضافه بکنم که این خواسته ها وقتی تبدیل بشن به خواسته و بیان در سطح اجتماعی، فشار بر حکومت ایجاد میکنن و جلو این فشار باید گرفته بشه، چون اگه به اون سطح برسه اون وقتی که حکومت نمیتونه در برابر چند تا مقاومت کنه. پس باید از همون اول در واقع مانع رشد و پاگیری اینجور نهادها بشن. من خیلی کوتاه میخوام از اگه شما ممکنه بگین قبل از اینکه برم سراغ آقای نجفی، این یه نهاد خیریه است، قرار نیست که خواسته ویژه‌ای رو مطرح کنه، داره غذا پخش میکنه برای بچه‌هایی که غذا ندارن، برای زنایی که سرپرست ندارن مثلا، خودشون سرپرست خانواده. من فقط بگم که یکی از جنبه‌های جامعه مدنی اینه. یک جنبه دیگر جامعه مدنی اینه که کاستی‌های دولت و سیاست رو جبران میکنه. ما میدونیم نظام سیاسی هر قدر هم کار بکنه یه سری کاستی‌هایی هست که سازمان‌های جامعه سیاسی نمیتونن اون رو تکافو بکنن، من جمله خود دولت. پس سازمان‌های جامعه مدنی چه میان برای جبران اون کاستی‌ها. اگر این جبران کاستی‌ها رو به خوبی انجام بدن، وقتی اونا مقایسه میشن با دولت و حکومت و ناکارآمدیشون، اون وقت اونا یک اعتبار پیدا میکنن و این اعتبار در جامعه‌ای که فضای سیاسی بسته است خطرناکه، چون این حرکت اجتماعی یا مدنی میتونه بلافاصله پشتش فشار سیاسی بیاد، تبدیل به یک خواست سیاسی بشه و این برای حکومت‌های از این دست نگران کننده است. نمیخوان این جنبه مدنی تبدیل به خواست سیاسی بشه و بنابراین حتی در این موارد هم جلوش میست و وقتی اونا اعتبار و اهمیتی پیدا بکنن. آقای نجفی، ما بارها بارها شنیدیم از کسایی که فعالیت مدنی میخواستن بکنن که بهشون مجوز فعالیت نمیدادن. الان هم میبینیم که مجوز مثلا نهادی مثل جمعیت امام علی رو میخوان لغو کنن، ولی از اون طرف هر سال و هر شاید هر فصل تعداد زیادی نهادهای دولتی به کارهای مشابه اینها میکنن، با بودجه های دولتی تشکیل میشه، فراوانن اینها. آیا معنیش اینه که دولت میخواد نگذاره که کسی خوشنام بشه مثلا در رده کمک به مردم؟ دلیل دقیقش چیه که نمیگذارند اینها پا بگیرن؟ من الان ضمن تایید صحبت آقای قاضیان یک سمنم سعی میکنم از یه لایه نظری وارد این قضیه بشم که مبحث خیلی ریشه‌ای تر از اینه که مثلا خود حکومت بخواهد یک NGO مثل جمعیت امام علی رو که در بحران‌های اجتماعی فعال، یعنی هدف جمعیت امام علی تخفیف بحران‌های اجتماعی از طریق بالا بردن مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی، یعنی شهروندانی که باید بیان در حل مسائل عمومی مشارکت بکنن و نقششون رو بر عهده بگیرن و خود به خود این شهروندان موقعی که در این مسائل عمومی شرکت میکنن صاحب صدا میشن و ما شاهد انعکاس یک صدایی از یک بخشی از مردم، چون به اصطلاح ما جامعه مدنی رو همیشه باید با تنوع و تکثرش تعریف کنیم، شاهد این صدا خواهیم بود. خب جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک رویکرد بر یکسانسازی هم در سطح قدرت داره و هم در سطح اجتماع داره، به شدت نسبت به بلند شدن این صداها، الگو شدن مدل‌های این حرکت‌های جمعی، کنش‌های جمعی حساسیت داره. مبحث دوم که خیلی مهمه، یکم تصاحب عرصه عمومیه که با رشد شبکه‌های اجتماعی و رشد نهادهای مدنی ما شاهد تقابل بین جامعه‌های مدنی و حکومت‌های اقتدارگرا هستیم. به این معنی تصاحب عرصه عمومی به معنای بلند شدن صداها، دیده شدن بازیگران مختلف. جمعیت امام علی هم یک بازیگر از بازیگران و کنشگران مختلف و متنوعی هست که با توجه به تحولات جمعیت شناسی رسانه‌ای و با توجه به تحولات سیاسی که به خصوص از دهه 70 در ایران رخ داده به منصه ظهور رسیده و به نوعی در حال رویت کردن و دیده و عملیات دیده شدن جمعیت هایی هستن که صدا ندارن و جمعیت هایی هستن که کنون از عرصه عمومی دیر شدن. پس من میخوام بگم تصاحب عرصه عمومی یک مبنای نظریه. مبنای نظریه دوم یک خانشی از مذهبه که جمعیت امام علی میده که به نظر من خیلی حساس برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تلاش، جمعیت امام علی تلاش میکنن مذهب که در ساختار قدرت به عنوان یک عنصر تحکیم بخش سلطه‌ست رو بیاد در عرصه عمومی در خدمت حل مسائل عمومی قرار بده. به همین خاطر یک رویکردهای
های پراگماتیست در این هست، یک نوکرت هایی هستن که پدیدارشناختی هستن و مذهب رو، اون حس مذهبی رو به جای اینکه در خدمت قدرت قرار بگیره میاد در خدمت مسائل عمومی قرار میده. من فکر کنم اینم یکی از نقاط حساس جمهوری اسلامیه. صحیح. یه بحث دیگه من فکر میکنم که شبکه سازی هست و اینکه شبکه‌ای که این نهاد ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی نگران کننده است. آقای قاضیان، میخوام نظر شما رو در مورد این شبکه ها بدونم، با توجه به اینکه مثلا خود جمهوری اسلامی هم گفته میشد که از یک شبکه نهادهای مذهبی به هر حال پا گرفت وقتی که ایجاد میشد، یا مثلا در مصر میگفتن تنها نهادی که وجود داشت و نهادهای سیاسی نمیتونستن پا بگیرن اخوان المسلمین بود که میتونست یه شبکه کمک رسانی داشته باشه که بعد تونست بیاد بلافاصله اولین انتخابات رو ببره. فکر میکنید از اینها وحشت داره جمهوری اسلامی در مورد این شبکه ها؟ بی تردید. ولی مسئله شبکه در واقع عبارت از مسئله سازماندهی مردم یا سازماندهی توده ها یا سازماندهی بخش هایی از جامعه. اون چیزی که حکومت رو نگران میکنه اینه که مردم سازمان بیابن، یعنی اون خواسته هایی رو که دارن بتونن به نحو روشمندی جمع‌آوری کنن، تبدیل کنن به یک خواسته اجتماعی، پشتش بتونن فشار اجتماعی و سیاسی بیارن. این وقتی ممکن هست که این عده سازمان بیابن. یکی از شکل های سازماندهی اولیه البته شبکه سازی است. وقتی یک سازمان شروع میکنه به گسترش پیدا کردن، شبکه هم درست میکنه و این شبکه همیشه یک قابلیت به اصطلاح ابتدایی داره برای اینکه پیام ها رو، ایده ها رو، کنش ها رو در خودش پخش کنه و بتونه اونها رو در واقع بسیج کنه از طریق این امکان سازمانی که پیدا کرده. و این برای حکومت هایی که نمیخوان تن بدن به خواسته های مردم، نه به دلیل اینکه لزوما آدم های بدجنسی هستن، بلکه به دلیل نوع ایدئولوژی که از این نوع حکومتگری دفاع میکنه، اون هویت سیاسی که اونها رو به حکومت رسونده و دوام و ثبات قدرت سیاسیشون وابسته به اونه، به همین دلایل نمیخوان اساسا به این خواسته ها تن بدن. بنابراین به سازماندهی شدن این خواسته ها هم نباید تن بدن، بنابراین جلوی شبکه شدن اونها رو باید بگیرن. به ویژه همونطور که خود شما اشاره کردید، این تجربه رو داشتن که چطور گسترش سازمانی، وجود این شبکه ها میتونه موجب بسیج عمومی یا بسیج اجتماعی بشه و این بسیج برای این حکومت ها خطرناک است. وقتی میگیم برای حکومت ها خطرناکه، ما میدونیم که در جمهوری اسلامی نهاد دولت با توجه به اینکه به رأی احتیاج داره معمولا با یه شعارهای سرکار میاد. همین دولت آقای روحانی با این منشور شهروندی کلی تبلیغات کرد آقای نجفی در مورد حقوق جامعه مدنی. الان وزارت کشور دولت آقای روحانی وایساده پای تعطیلی شبکه اینچنینی. آیا میشه گفت که در واقع یک دست شده، کامل شده نگاه حکومت درباره این جور نهادها، و اگر شده دلیلش چیه؟ انتخابات 92 یه انتخابات ویژه‌ای بود، به این خاطر که شرایطی رو ما بعد از سرکوب جنبش سبز 88 تجربه کردیم. از یک طرف تحریم‌ها بودن، یک سری انسداد سیاسی بر جامعه حاکم بود و به نوعی جامعه یک مقداری هوای تازه رو مطالبه می‌کرد و سعی می‌کرد از این به یک راه حل برون رفتی از این وضعیت انسداد فکر کنه. آقای روحانی در اون شرایط خاص ظهور کرد و دولت آقای روحانی عموماً نماینده مطالبات مدنی در ساختار قدرت نمی‌تونه باشه، چون که اصولاً هم تیم ایشون که شکل گرفت و هم ذهنیت ایشون یه ذهنیت کاملا نخبه‌گرایه و هم تیم ایشون اصلا کلن به تداوم و توسعه نهادهای مدنی و حمایت از جامعه مدنی در برابر گونه‌هایی از اقتدارگرایی در ساختار قدرت اعتقاد نداره. من بکنم علت اصلیش اینه و اصولا وزیری هم که انتخاب کرد حاصل تعاملش با یک بخشی از جناح اصولگرا در ساختار قدرت بود و این مشکل ساختاریه که ما الان در حال حاضر صداها در حال افزایش هستند. بازیگران متنوعی ما در جامعه مدنی می‌بینیم که در حال دیده شدن هستند. نهادهایی مثل جمعیت امام علی علارغم تمام فشارها و تهدیدها توانستند که شبکه سازی بکنن. ببینید بیش از 10,000 بازیگر یا 11,000 بازیگر در سراسر کشور شوخی نیست و اینکه بیش از چندین سال این فعالیت‌ها تداوم پیدا کنه. و اتفاقا من برعکس اون سوال دوم شما که از آقای قاضیان پرسیدید، معتقدم این صرفاً یک نهاد خیریه نبود، این نهادی بود که زبان تولید میکرد، معنا تولید میکرد، یعنی یک سری انتقادها به رویکرد اقتدارگرایانه از مذهب و در خدمت قرار دادن مذهب در به خاطر قدرت و سلطه داشت، یعنی یک سری گفتمان سازی هم میکرد. خب خود به خود
این گفتمان سازی در محله. خب ما میبینیم که این جامعه مدنی که یک بازیگر کوچکش امام علی هستش و به نظر من اتفاقا در حال رشد است و لایه‌های مقاومت در برابر بحران را هم شکل داده، در ساختار سیاسی در حال حاضر نمایندگی نداره. یعنی یکی از مشکلات اساسی ما این است که ما الان در تقابل بین مدنی گرایی، گفتمان مدنی و گفتمان اقتدارگرایی در ساختار قدرت، مطالبات مدنی ما نماینده سیاسی ندارم و اصولا دولت آقای روحانی ناتوان از نمایندگی کردن این اگر داشتن اون نماینده سیاسی، مثلا حالا در دولت آقای خاتمی کسانی بودن که گفته میشد که اینا شعارشون جامعه مدنی هست، علاقمند هستن، میتونستن دفاع بکنن در لایه‌های سخت قدرت از این در واقع جامعه مدنی خیلی نو و خیلی شکننده؟ در دولت آقای خاتمی به اعتقاد من یه تحول اساسی در جامعه مدنی صورت گرفت. نهادهای مدنی ما نه تنها از لحاظ تعداد افزایش پیدا کردن، بلکه از لحاظ گفتمانی، یعنی مسئله آموزش، مسئله زنان و مسئله حتی محیط زیست روش پیدا کردن. منتها ما مشکل ما در دولت آقای خاتمی این بود که ناتوان از اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از رشد نظامیگری در ساحت قدرت بود، برای جلوگیری از آقای نجفی. من میدونم شما خیلی خوشبین هستید، هر دفعه که با شما صحبت میکنیم به اینجا که برسیم میبینم که خیلی خوشبینید نسبت به در واقع بست این جامعه مدنی. فقط خیلی کوتاه اگه ما بگید، میدونید که 10,000 نفر رو هم به راحتی میتونن نهادهای در واقع بسیار پیشرفته اطلاعاتی ایران بلافاصله متفرق کنن، اینها رو اون شبکه‌ای که هست رو میتونن از بین ببرن. همواره کردن این کارها رو، در مورد زنان کردن، در مورد دانشجویان کردن، در مورد کارگران کردن. فکر میکنید واقعا چقدر اینها قدرت پایداری دارن؟ شبکه های این چنینی، نهاد های این چنینی با همه تلاشی که شده در این سال ها چقدر قدرت ماندگاری دارن؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم. من فقط در مورد خوشبینی بگم که در تقابل با این توسعه مدنیت در ایران، ما توسعه نو محافظه‌کاری مبتنی بر نظامیگری هم داریم و اتفاقا ساختار قدرت هم خودش رو مجهز کرده و یه تقابلی است، یعنی هم یک توازنی داره ایجاد میشه که دو طرف زورشون به هم نمیرسه. منتها من این که شما اگر بخوایم با یک بستر خیلی رویایی نگاه قضیه بکنیم، خب خیلی راحت از ما مسئله ای نداریم. منتها این تشکل‌ها حتی اگر جلوشون هم گرفته بشه میتوانن توسعه کنش بدهن، به خصوص ما یک بخش از عرصه عمومی ما گسترده شده و ما صرفا نهادهای رسمی در جامعه مدنی نداریم، نهادهای غیر رسمی در ساختار مفهوم دموکراسی رادیکال هم در ایران در حال رشده و این اتفاقا مبنای خوشبینی منه. یعنی در این نهادهای رسمی غیر رسمی در تکامل نهادهای رسمی مثل جمعیت امام علیه. برای همین من خیلی اصرار دارم حتی انحلال جمعیت امام علی، حتی جلوگیری از توقف جمعیت امام علی به معنای توقف جامعه مدنی که با بحران‌های اساسی روبرو است نیست اصلا. آقای عزیز، می‌خوام نظرتون راجع به این بدونم و ضمن اینکه یه سوال دیگر رو هم اگه بتونید کوتاه پاسخ بدید. بعد از 96 و 98 ما می‌دونیم که جنبش در واقع فقرا یک صورت جدی گرفته در ایران. بسیاری از مردمی که در اعتراضها حضور داشتن از اقشار کم درآمدتر بودن. چنین نهادهایی که کمک میکنن به اون بخش از جامعه به هر حال شناخته شده هستن، برخورد با این نهادهای مدنی که در اون بخش از جامعه شناخته شده هستن چقدر میتونه برای حکومت در دراز مدت خطر آفرین باشه؟ اینو اضافه بکنم، در صحبت قبلی من گفتم که این جور نهادها میتونن برای این نوع حکومت‌ها خطرناک باشن، نگفتم برای حکومت‌ها خطرناکن. چون تو گفتم یه بخشی از کارکرد نهادهای جامعه مدنی تکافوی اون کاستی‌هایی است که حکومت داره و نمیتونه اونا را انجام بده. بنابراین اتفاقا در جامعه‌هایی که بناش بر اینه که خواست مردم جلو بره، به اصطلاح حاکمیت ملی وجود داره یا حاکمیت ملت وجود داره، این مشکلی ایجاد نمیکنه و تهدیدی نیست. در جامعه ای مشکل ایجاد میکنه که به نحوه بنیادی با حاکمیت ملت موافق نیست، بلکه معتقد حکومت حق اللهه که دادن به یه عده‌ای که بر مردم حکومت کنن. خب ببینید، این تصویر بنیادی رو اگر شما داشته باشید و بدونید که هویت نظام سیاسی بر همین پایه شکل گرفته و تونسته با بسیج گروهی از
جامعه که با این ایده موافق هستن دوام بیاره، دلیلی وجود نداره که بخواد به اصطلاح به این نقش های دیگر جامعه مدنی تن بده و قبولش کنه. برای همین شما میبینید به قول خودتون دچار یه تناقضاتی میشه. از یک جمله از یک طرف میبینه که مثلا فقر گسترش پیدا میکنه، خود دولت توانایی به اصطلاح جبران مشکلات این فقر رو نداره و این نهادها اتفاقا به کمک حکومت میان برای تخفیف آلام مردم و اتفاقا آرام کردن اونها برای اینکه به سطح سیاسی نرسه، به اعتراض نینجامه و دوچار مشکل سیاسی نکنه حکومت رو. ولی حکومت از یه طرف دیگه نگرانی هایی داره که اگر چنین نهادهایی ایجاد بشن خود اونا اعتبار پیدا میکنن و رقیبش میشن و اون وقت اون قدرتی رو که میخواد از دستش میگیرن. به همین ترتیب این جنبه تهدیدآمیز اتفاقا باعث میشه که نه تنها این نهادها رو بلکه فقرا رو هر دو رو سرکوب کنه، چون هر دو این خواسته و اون نوع اعتباریابی که مبتنی بر این خواسته ها هست هر دوش برای این حکومت خطرناک. متشکرم آقای قاضیان. آقای نجفی ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با برنامه صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه است. برنامه رو به صورت صوتی میتونید بشنوید، همینطور میتونید مجددا روی یوتیوب تماشا کنید. شب روزتون خوش. We'll be right back.